سلام 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 رفقا، حالتون چطور؟ امیدوارم که تا این ساعت از روزتون رو فوق‌العاده گذرونده باشین و الان پر انرژی آماده باشید که با هم دیگه یه تمرین عالی بکنید. تمرین امروز تمرین پایین تنه است و چقدر استقبال کرده بودین از تمرین نی فرندلی یا همون دوستدار زانو و خیلی دوست داشتین. خیلی ازم سوال کرده بودین که آیا ما که مشکلی نداره زانومون میتونیم حرکات رو بزنیم 100%؟ و خیلی این حرکاتی که بدون اسکات و لانک هست سخت‌تر میتونم بگم و فشار خیلی زیادی میاره. یعنی اینو فکر نکنید که چون که به زانو فشار نمیاره بی اثر هم هست، فوق‌العاده حرکات عالی هست، مخصوصا برای لیفت باسن و باسن رو بالا میکشه، فشار عالی قسمت پشت پا داره. به هیچ عنوان تمرین امروز رو از دست ندیم، با ما تمرین پایین تنه امروز رو تکمیل کنید. با هم دیگه گرم میکنیم، حرکات اصلی رو میزنیم و سرد میکنیم. به صورت ایستاده یه چند تا حرکت گرم کردنی میزنیم. اکثر حرکات روی زمین هست امروز و اگر کش دارید میتونید کش بندازید، با کش انجام بدین، کش رو میندازید توی رونتون. حالا در طی تمرین بهتون میگم بچه‌ای که درخواست کرده بودم که جای کش رو هم یاد بدم، چشم یاد میدم. خودم اون کش رو ندارم و نمیندازم، ولی خب در جلسه های بعدی سعی میکنم کش رو بیارم که ببینید که چه جوری میشه ازش استفاده کرد. اگر آماده هستید دست ها رو آروم به سمت بالا میبریم و برمیگردونیم. پا رو خیلی آروم بدونین که زانو رو خیلی خم کنی، فقط تو میزنیم برای اینکه به صورت عمومی بدن رو گرم کنی. یه چند تا حرکت گرم کردنی عمومی بزنیم با هم دیگه. خیلی ها در مورد گودی کمر سوال میکنید و من مطمئنم خیلیاتون گودی کمرتون کاملا گودی کمر اکتسابی هست و ذاتن نداشتین. خیلی ها وقتی که شکمشون بزرگ میشه، چرب میشه، نقطه ثقل بدنشون تغییر میکنه. یعنی بدن برای اینکه بتونه وزن شما رو تحمل کنه میاد نقطه ثقلتون رو یه خورده جابجا میکنه، یه گودی ایجاد میکنه که بتونه وزن شما رو که از جلو زیاد شده تحمل کنه، یه جورایی تعادل ایجاد کنه. این باعث میشه یه گودی تو کمرتون ایجاد بشه و شکمتون اینجوری جلو باشه و باعث کمردردهای خیلی وحشتناک هم میشه. بهترین راهش این نیست که حرکات گودی کمر رو بزنی، بهترین راهش اینه که رژیم بگیری، چربی شکمتون رو آب کنی. چون چند نفر که برای من عکس فرستاده بودن، هیچ کدومشون در واقع مشکل گودی کمر رو نداشتن از اول، به خاطر شکم بزرگشون هست که گودی کمر ایجاد شده. پس کسایی که شکم بزرگی دارن یادشون باشه دنبال حرکات رفع و اصلاح گودی کمر نباشین، اول دنبال کم کردن چربی ناحیه شکمتون باشین که فقط هم با رژیم غذایی قابل حل. خودتون رو گول نزنید، هیچ درمان مؤثر و سریعی وجود نداره، فقط رژیم. دست رو از جلو به سمت بالا و برگرد. پا همچنان داره خیلی آروم فقط پنجه به پنجه میشه. یک جا بیستید، دستتون رو به میز یا هر جایی که فکر میکنید میتونه تعادلتون رو حفظ کنه بگیرید. یه پا ثابت صاف، یه پا رو آروم ویو یا همون سوینگ، هر چیزی که عقب جلو کنید پاتون رو به این صورت. خیلی حرکت آسون و در این حال کاربردی هست. دستا رو میتونید ثابت به دیوار بگیریم، بذارین رو صندلی. بچه‌ای که مشکل مفصل دارن هیچ حرکتی رو بدون تکیگاه انجام ندید، حتما دستتون رو یه جای بگیر. کامل حرکت رو با انقباض بزنید و همین حرکت رو، این سوینگ رو از جلو انجام میدید. زانو رو میبینید که به شما خم و راست نمی کنید. بازم تکیگاه به دیوار یا صندلی از پشت. 9 و 10 پای مخالف. اگر پاتون خسته شده، تحمل وزنتون رو نداره، یه کوچولو میتونه استراحت بدید بینش.
یکی از پرچالش ترین مفصلای بدن زانو هستش، به خاطر اینکه مفصله آسیب پذیری داره، مثلا تو بچه‌ای که اضافه وزن دارن خیلی مراقبت کنید که خدا نکرده آسیب نبینه. و اگر احساس درد کردین یک روزی بعد تمرین چند روز استراحت بهش بدین، یه التهاب کوچیک باشه رفع میشه، اما اگه روش تمرین کنین بدتر میشه. و از جلو همین رو حفظ تعادل تو این حرکات بچه ها سخته، به خاطر اینکه شما دارین در واقع یه حرکت ایجاد میکنین، این ضربه ای که میزنید تو کل بدنتون پخش میشه، پس دستتون حتما بگیرید. و آخری خب بقیه حرکات روی زمینه، بریم که حرکات اصلی رو بزنیم. به پشت روی زمین بخوابید. اولین حرکت، حرکت گلوت بریج هست یا همون پل باسن. بچه های حرفه‌ای تر میتونین این رو دمبل بذارید، من حالا محل قرارگیری دمبل صفه یا کتلبل رو بهتون نشون میدم، حتی میتونین با کش انجام بدین، اون رو هم نشون میدم. پا رو روی پاشنه میتونید قرار بدید یا کامل کف پاتون رو زمین بذارید، هر دو حالتش اوکی هستش. این کف پا دست از کنار بدن صاف روی زمین، باسن رو میارید بالا و برمیگردید. ولی بچه هایی که توانش دارن روی پاشنه فشار بیشتری میتونید وارد کنید به عضلات پشت پا و باسن. یکی از بهترین حرکات برای تقویت عضلات گلوتوس هست، هر سه تاش در واقع، حالا یکی اصلی، بقیه به صورت سینرژی و کمک کنند. آفرین، ادامه بده. حرکت بعدی حرکتی است که توی حالت گلوت بریج روی همون پاشنه بمونی، پا رو میبرید به سمت خارج، برمیگردونی، تمام عضلات باسن و رونتون رو درگیر میکنین، حرکت بچرخونید یه کوچولو از قسمت پاشنه پا رو به سمت خارج، و بیاید پایین، پا رو صاف کنید، استراحت بدید. اگر احساس درد کردید توی زانو میتونید فقط گلوت بریج رو بزنید، خارج پا رو نمیخواد انجام بدید. بچه هایی که مشکل مفصل زانو دارن بعید میدونم، مگر اینکه حرکت رو یه خورده عجیب غریب بزنید، وگرنه فشار روی زانو خیلی نمیاره و تمرکز حرکت روی عضلات باسن هست ورون. خب یه استراحت کنیم، آب بکنیم، دو ست دیگه از این حرکت بی نظیر برای تقویت چهار سر روم و همسترینگ مونده. خب برگشتیم، بریم که حرکت بعدی رو انجام بدیم که به صورت سوپر هستش. حرکت پل باسن رو میزنیم، نگه میداریم و باهاش پالس میزنیم، یعنی یه رنج حرکتی کوتاهی، یعنی کامل برنمیگردیم پایین و بالا، فقط یه مقدار در حد نیمه میبریم پایین باسن رو و برمیگردونیم بالا و بعدش هم حرکت ساق رو میزنیم، یعنی پا رو میبریم روی پنجه و برمیگردونیم. بچه‌ای که میخوان وزنه بزنن جای وزنه رو من بهتون نشون میدم الان. بذار میشه اینجا با دستتون نگه دارید، میتونید به جای این کوله پشتی یا هر چیزی بذارید، هیچ فرقی نمیکنه، پالس بزنید.
پاشنه رو یه خورده نزدیک‌تر کنید به باسن و برید روی ساق و برگردید پایین. باسن توی حالت گلوت بریج و منقبض هستش. بچه‌ای که زانو درد دارید، اگر موقع ساق زدن احساس درد و فشار میکنید توی زانوتون، هیچ اجباری نیست، نمیخواد ساق بزنید، هیچ اشکال نداره، چون ساق رو ایستاده هم میتونید بزنید، فشاری به زانو نمیاره. ولی بچه‌ای که دوست دارن و میخوان حرکت جدید ساق انجام بدن، میتونن توی حالت گلوت بریج ساق رو با من انجام بدن. اما بچه‌ای که زانو درد دارن و نمیخوان اون حالت ساق بزن، بلند شید بلافاصله بعد از گلوت بریج پاس در همین حد ساق بزنید و دوباره بشینید زمین. خب بریم برای انجام ست دوم. بچه هایی که میخوان کش بندازین هم دوباره تکرار میکنن، یه جوری نباشه که جلوی انجام حرکت رو بگیره و دامنه حرکتتون رو کوتاه کنه، یک جایی ما بین زانو و لگن و باسن. یه خورده پاشنه رو نزدیک کن و ساق بزن. یه مکس کوچولو بالا. استراحت کنیم. فقط یه ست دیگه از این حرکت مونده، یه حرکت بی نظیر برای یه تقویت عضلات پشت پا و باسن و ساق پا. البته توی حرکت گلوت بریج که هولد میکنی یا پول باسن که میزنی، تقریبا تمام عضلات بدن یه جورایی به صورت ایزومتریک درگیر هست، حتی عضلات میانتنه حسابی درگیره. بریم آخرین ست رو بزنی با تمام قدرت. کوچولو پاشنه رو نزدیک کن به باسن و برو ساق. آفرین به شما که تمام تلاشتون رو میکنید و با ما همراه هستید. برای انجام حرکت بعدی از کنار میخواییم روی زمین بخوابیم و حرکت بعد رو انجام بدیم. بسیار بسیار حرکت عالی هست. امروز تمام فشار رو روی رون و باسن و زیر باسن انداختیم. دوستانی که قسمت باسن و رونشون چربی اضافی و سلولی داره، تمرین امروز رو از دست امیدوارم نداده باشن. خب از کنار بخوابید، زانوها رو خم کنید، پا و بدن توی راستا باشه، دست دقیقا زیر شونتون قرار داشته باشه، حتی میتونید کامل روی زمین بخوابید. اگر توی این حالت راحت نیستید، این دست رو میتونید
به این صورت جلوتون به صورت یک پایه قرار بدید برای حفظ تعادل. این حرکت رو با من همراه بشید، توضیح نمیدم چون حرکت زنجیره هستش. آماده ای؟ پا رو به سمت خارج باز میکنیم و میبندیم، همون حرکتی هست که پا رو 90 درجه زدیم ولی به صورت دیگه ایش. همجور که میبینید کف پام از هم جدا نمیشه. پا رو صاف کنید، به سمت جلو و برگردونید سر جاش. پنج، چهار، سه، دو، یک. پا رو از همین جایی که هست میارید بالا و جلو، یه تپ میکنید، برمیگردونید. یه نقطه رو در نظر بگیرید اون جلو، پا برمیگرده در راستای بدن و بعد دوباره به سمت جلو. سه، دو و یک. یه استراحت کوتاه میکنیم، دوباره دو ست دیگه همین پا رو ادامه میدیم و بعد پامون رو عوض میکنیم. استراحتش خیلی کوتاهه و دوباره انجامش میدیم. به هیچ شما فشار روی زانوتون نبوده امروز تا این لحظه. امیدوارم که تونسته باشین تمام حرکات رو با من همراه بشید. بریم برای انجام ست دوم. ببینید پا و بدنم توی راستاست و پا به سمت خارج و برمی کرد. پنج، چهار، سه، دو و یک. پا رو صاف کن، به سمت جلو کیک یا ضربه. پنج، چهار، سه، دو و یک. پا را از کنار یه تپ به جلو و برگردون. پنج، چهار، سه، دو و یک. یه استراحت کوتاه دیگه، آخرین ست از این پا رو میزنیم و میچرخیم پای مخالف. آماده اید؟ امیدوارم که آماده باشید. حسابی میدونم خسته شدید، عضلات پاتون حسابی درگیر شده. این ست آخر هست برای این پا. دست زیر شونه باشه، بالاتر پایین تر نباشه، فشار نیارید به کپسول سرشونتون. پا رو خم، کف پا از هم جدا نمیشه، به سمت خارج. پنج، باریکالا، چهار، با قدرت،
سه دو و یک، پا رو صاف کن، کیک به سمت جلو، یه چیزی بگم، حرکت رو اینجوری نزنید، پا رو پرت نکنید، بالا تنه‌تون رو تکون ندید، خیلی شکی با پای منقبه. و آخری پا رو از جای خودش بلند میکنید، یه تپ به جلو و برمیگردونید. نو ده، پنج تا مونده، پنج باری کل، چهار، سه، دو و آخری. یه استراحت عالی بکنید. میخواییم پا رو عوض کنیم. سه تا ست 45 تایی حرکت عالی زدید برای تقویت عضلات پاتون. کافیه که بچرخید و اینکه پشتتون به تصویر نباشه. پاخم آماده ای؟ میتونید دست رو اینجا بذارید یا روی کمرت، هیچ فرقی نمی کنه. کف پا رو به هم بچسبونید و خارج پا. سه دو و یک، پا رو صاف کنید، به سمت جلو ضربه میزنید، خیلی شکیل درست حسابی، پاتون رو پرت نکنید، با انقباض انجام بدید. پنج تا، چهار، سه، دو، یک، پا رو از جای خودش بلند میکنی، یه تپ به جلو و برمیگرده. پنج، چهار، باری کل، سه، دو و آخری. استراحت کنید، آب بخورید، دو ست دیگه میزنیم از این پا رو و بعد حرکت رو عوض میکنیم. داشتن عضلات خوش فرم یه بحث و یک مسئله است. داشتن سلامتی توی تمام بدن و کیفیت عمل کرده هم یه مسئله دیگه، یعنی که شما عضلات قوی داشته باشین 100% توی کارهای روزانه‌تون هم بهتون کمک میکنه، کیفیت عمل کردتون رو بالا میبره و باعث میشه که یه سری آسیب های احتمالی رفع بشه و هیچ وقت براتون اتفاق نیفته، مخصوصا وقتی شما عضلات فیله، عضلات باسن و پشت پاتون قوی باشه و چهار سر رونتون، واقعا میتونم بگم خیلی خیلی پیش هستید از کسایی که تو این عضلات ضعیف هستن، چون آسیب های کمر و زانو یکی از رایج ترین آسیب هایی هست و درد هایی هست که تو سنین بالا هم خیلی، نه این روزا از 30 سال، 35 سال من میبینم که خیلی ها شکایت میکنن از درد کمر و زانو. بریم برای انجام ست بعدی. اول پا رو به این صورت خم خارج پا رو انجام میدیم. اول عضلات باسن سه بخش داره، گلوتوس ماکسیموس مینیموس و مدیوس. این سه تا عضله رو
امروز ما همه رو درگیر کردیم. خیالتون راحت راحت باشه. پارو صاف میکنیم و میاریم جلو و برمیگردیم. گروه عضلات کور و میانتنه هم توی تمرینات امروز کاملا واضح با ما همکاری کردن و تقویت شد. 5 4 3 2 آخری آماده، یه تپ به جلو و برگرد. کامل کنار پا و باسن تو درگیر کن. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. پنج چهار سه دو و یک. یه استراحت دیگه بکنیم. با آخره تمرین تقریبا رسیدیم. تمرینی که میخواییم بکنیم تمرین بعد از این همین آخری ست از این حرکت هست. تمرین برای تقویت عضلات کور هست. بیشترین فشار روی ناحیه میانتنه هست تو این حرکت، اما طبق معمول اکثر عضلات بدن رو درگیر میکنیم و فعال نگه میداریم و برای بچه هایی که درد زانو هم دارن کاملا مناسبه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. قبلا هم البته زدیم حرکت رو. بریم که سه تا آخرین حرکت رو انجام بدیم، بریم سراغ حرکت مورد علاقه شما که چقدر کامنت میذارید و چقدر به من دایرکت میدید که عضلات شکم رو تقویت کنیم. بریم سه تا آخر و خارج. درگیر کن خودت، عضلات رو درگیر کن. انقباض چهار سه دو و آماده. پا رو صاف کن، به سمت جلو بیا و برگردون. پنج چهار سه دو و یک. تپ به جلو و برگرد. هیچ حرکت اضافی توی تنتون ایجاد نکنید. فقط همین. همه بدن ثابته، فقط پای که حرکت میکنه. نه کمر اینجوری میشه، نه بالا تنه تکون میکنه. همه جا ثابت، فقط پا. شما استراحت میکنید، من حرکت بعدی رو بهتون یاد میدم. این حرکت بی نظیر برای تقویت عملکرد کلی بدن، هماهنگی عصبی عضلانی اندام ها و اینکه تقویت عضلات کور. به پشت میخوابیم. قبلا همین حرکت رو زدیم. پا رو 90 درجه میگیریم، دست ها رو صاف. من توضیحات رو میدم موقع خوابیدن، زیاد حرف نمیزنم که صدام شاید خوب نباشه. پا رو 90 درجه میگیریم، دست ها رو صاف میگیریم، پا رو یکی در میون پا و دست رو مخالف به سمت بالا و پایین میبریم و برمیگردونیم سر جاش. یکی از حرکات بی نظیر برای هماهنگی عصب و عضلانیه. اگر نمیتونین رو انجام بدین،
یعنی اینکه عصبی عضلانی بدنتون یه خورده ضعیف با هم هماهنگ هست. تمام تلاشتون رو بکنید، تمرکز کنید و انجامش بدین. 100% به مرور زمان بهتر میشه. ولی اگر نمیتونید، فعلا میتونید پا و دست موافق رو باز کنید یا اصلا دست ثابت باشه، فقط پا رو بریم فعلا و به مرور زمان دست رو به حرکت اضافه کنید. تمرکزتون رو از دست ندین، کمر رو جدا نکنید. برای بچه‌هایی که ناحیه کمرشون درد میکنه این حرکت رو میتونه انجام بدین، اما تمام گودی کمرتون رو فشار بدین به زمین، عضلات شکم رو منقبض کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بریم. آماده؟ متناوب حرکت رو بزنید. بچه‌هایی که نمیتونید تک بزنید، هر طرف 10 تا. سریا شاید الان حرکت رو زدین، میبینین اوه 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 کمرم درد میگیره. ست دوم و پنج ششتای اول رو برای این سری از بچه آموزش میدم. پا رو به سمت خارج دراز نکنید، پاشنتون رو زیر خودش بزنید زمین رو بیارید بالا. همین پنجتای اول رو برای بچه هایی میزنم که این حرکت رو نتونستن پا رو صاف کنن به سمت خارج. با وجود اینکه کمر رو چسبوندین، اگر احساس میکنین کمرتون فشار میاد، اینجوری حرکت رو بزنین. بریم، استراحت نداره زیاد. این برای بچه هایی که نمیتونن پا رو دراز کنن. اینم 20 تا دیگه، 20 تا دیگه از این حرکت فوق العاده بی‌نظیر مونده. بریم که یا بخورین آخر سه تا انجام بدیم. بریم سه تا آخر از این حرکت بی‌نظیر رو بزنیم. شما یا بخورید استراحت کنید، من حرکت بعدی رو بهتون نشون میدم برای انجام دادن حرکت بعد. یه کوچولو سرشونتون از زمین جدا کنید، پاها رو صاف یکی یکی سویچ میکنیم به سمت سینه، یک کشش با دستمون ایجاد میکنیم، پا رو عوض میکنیم و دوباره تکرار میکنیم. کلن حرکت رو 16 تا دون انجام میدم، هر پا 8 تاست. برای بچه‌هایی که سختشون هست کمتر بزنن، هیچ ایرادی نداره. ببینید، میخوابم و یه کوچولو سرشونم رو بالا نگه میدارم به این صورت. پا هم از پایین میاد بالا، یک کشش، باریکلا. آماده اید؟ با من شروع کنید. من یه چند تا اضافتر از شما زدم اما اشکال نداره. بریم. یک، دو، سه. یک کشش ایجاد کن. هفت، شش، هفت، هشت، نه، ده، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. استراحت. روی تعدادها یه خورده به خودتون میتونید تخفیف بدین اگر براتون سخت هست انجام هر کار.
اما تمام تلاشتون رو بکنید، یعنی به ناتوانی برسید. اینجوری نباشه که مثلا دو تا بزنید چون یکم احساس فشار کردید رها کنید. تا جایی که میتونید ادامه بدید، ولی اگر دیدید که فشار دیگه داره از روی عضله میفته روی کمرتون، اون موقع است که دیگه استراحت بدید. تعدادش رو کلن زیاد نمیزنم، همونجور که میدونید من حالا 18 تا زدم، یعنی هر پا 9 تا تقریبا. اینو میتونید تعدادش رو بیشتر هم بزنید یا کمتر. بریم برای انجام ست بعدی. بالا تنه یه خورده از زمین جداست، پا جداست. هشتا کلن هر پا رو بزنی فوق‌العاده هست و عالی. بیشتر هم نزدید هیچ ایرادی نداره، اما اگر کمتر هم بزنید 6 تا 5 تا برای شروع عالی هستش، ولی مهم اینه که سرشونتون جدا باشه، پاتون هم زمین نذارید. این حرکت یه خورده به بچه‌هایی که مشکل کمر دارن ممکنه فشار بیاره. الان جایگزینش رو بهتون یاد میدم. اول تمرین، اول ست بعدی برای بچه‌های کمر درد هست حرکت، شما حرکت رو همون حرکت قبلی رو بزنید. بچه‌ای که کمرتون درد میگیره، اولا که پشت رو نمیخواد بالا نگه دارید، زانو رو هم خم نگه دارید، زانو رو بیارید به سمت سینه، کشش رو هم نمیخواد یه جوری محکم بکشید، خیلی آروم در حد سویچ یه تاچ بکنید و برگردید. پس پشت زمین پا 90 درجه، یه کوچولو همین، نمیخواد پا رو زیاد ببرید که فشار بیفته رو کمرتون، اما بچه‌های نرمال که این بود. خب استراحت کنید. میخوایم حرکات کششی رو به صورت نشسته انجام بدیم و سرد کنیم. پاتون رو به صورت وی باز کنید به سمت خارج. اگر زانوتون انقدر صاف نمیشه هیچ ایرادی نداره، طبیعی هست. برای کسی که تمرین انصاف نمی کنه امکانش هست که نتونه الان پاشو اینقدر صاف و خوب بذاره، اما اگر با ما همراه بشید قطعاً بعد از چند هفته به راحتی میتونید صاف و عالی و شکیل بشینید. آروم دست ها رو به صورت صاف میبریم جلو، یه نیم دایره به راست، برمیگردیم وسط، یه نیم دایره به چپ. آماده این؟ این قسمت رو فکر کنم همه دیگه دوستان، قسمت سرد کردن فیوریت خودم هم هست البته. بریم 1 2 میای پایین، یه نیم دایره، پا رو نگه دار، آروم برگرد وسط، چند ثانیه صبر کن، برو به چپ، نگه دار، آروم برگرد وسط، همینجا نگه دار، آروم به سمت بالا راست. یا بالا به چپ. آروم به سمت عقب. دوباره برگرد جلو، یه کوچولو زانو رو خم کنی، به سمت پایین برین، نگه دارین، همین رو به سمت کنار و یه کشش ایجاد کنید توی ناحیه باسن. میبینید زانو من زیاد خم نکردم. بچه‌ای که نمیتونید زانتون رو خم کنید اصلا باز بذارید، این درجهش به خودتون ربط داره، خیلی با اون چیزی که من انجام میدم نمیخواد همخونی داشته باشه، فشار نیارید. آروم برگردید، همین رو به سمت مخالف، آروم برگردید وسط، پاها رو نزدیک کنید به هم اگر میتونید،
کفشتون رو، کف پاتون رو با دست بگیرید. اگر نمیتونید ایراد نداره، میتونید یه کوچولو هم زانوتون رو خم کنید. اگر صاف نمیشه برید پایین، بیاید به سمت پایین تا جایی که میتونید. آروم از زمین بلند شید، چند تا حرکت کششی ایستاده انجام بدیم. یه کوچولو پا رو ببرید جلو، پاشنه رو بذارید زمین، باسن رو بدید عقب، پشت پا رو بکشید که حسابی امروز برامون زحمت کشیده. آروم برگرد بالا، یه انقباض عوض کن، بکش قشنگ، باریکل، آروم برگرد بالا، دستا رو از کنار بکش، آروم بیا به سمت پایین، یه نفس عمیق. عوض کن، خیلی ممنونم که یک روز دیگه با ما همراه شدین. تمرین های نی فرندلی امروز رو خیلی ممنونم که با من انجام دادی. بدونید که تمام تلاش ما برای داشتن سلامتی و داشتن اندام مناسب هستش. تمام تلاشمون این هست که یه برنامه کاربردی برای شما بسازیم. دوستتون دارم. با فیرفیت فیچو.